تعریف یک ماده تراتوژن. ماده تراتوژنه که منجر به مجموعی از ناهنجاری ها بشه. اثرات خودش در طی مرحله خاصی از نمو جنین اعمال کنه. مثلا ارگانوژنز اینا رو بریزه به هم دیگه. خب بعد مشاوره با زنان باردار اینا. حالا مهار کننده های آنژیوتنسین کانورتینگ انزایم اینهیبیتور زمان بارداری تمامی بارداری به ویژه سه ماه دوم و سوم ممنوعه. قبوله؟ چرا؟ چون آسیب کلیوی میزنه. آمینوپترین در سه ماه اول. خب آمینوپترین چه دارویه؟ آمینوفیلین، آمیودارون، آمینوپترین من تا حالا زندگیم نشنیدم. آمفتامین در تمامی بارداری ممنوعه چون الگوی نمو و غیر طبیعی و کاهش کارایی در مدرسه میده تو بچه. آندروژن ها در سه ماهه دوم و سوم بروز صفات مردانه در جنین مؤنث میدن. ضد افسردگی های سه حلقه ای در سه ماهه سوم علائم سندرم ترک دارو در نوزاد با مصرف کلومپیرامین، دزپیرامین و ایمیپرامین. ما یک کلومیفن داریم که باعث بارداری میشه. این کلومپیرامین، دزپیرامین، ایمیپرامین سه حلقه ای هست. باربیتورات ها در تمام بارداری ممنوعه چون مصرف مزمن موجب واسیگی نوزاد میشه و اختلال درکی ذکر میکنه. بوسولفان در تمامی بارداری ممنوعه. ناهنجاری های مادرزادی مختلف، کمبود وزن هنگام تولد میده. کاربامازپین در سه ماه اول ممنوعه. نقایص لوله عصبی میده. کلوروپروپاماید تمامی بارداری ممنوعه. هایپوگلایسمی علامت دار و طولانی در نوزاد میده. کلومپیرامین، کلومی چی؟ پیرامین همون آنتی دپرسنت در سه ماه سوم ممنوعه چون خواب‌آلودگی، هایپوتونی، سیانوز. نگاه کن چجوری دارم فیلم میگیرم. بده من ببینم. سیانوز و هایپرترمی نوزاد میده. کوکائین در تمام بارداری خود معلومه دیگه. کوکائین افزایش خطر سخت خود به خودی، جدا شدن زودرس جفت و زایمان زودرس میده. سیکلوفوسفاماید چی بود؟ آنتی آلکیلیتینگ ایجنت که میشه فوسفورامید مستار. ببخشید سیتارابین آنالوگ سایتوزین، آنتی متابولیت، آنتی نئوپلاستیکه. ناهنجاری های مادرزادی مختلف. دیازپام در تمامی بارداری چون مصرف مزمن موجب وابستگی نوزاد و افزایش خطر شکاف دهانی میشه. سیترابین گفتی آنالوگ چیه؟ سایتوزین، آنتی متابولیت. سایتوزین، سیترابین. ببین یه آهنگاشو یادم رفت. حالا برش کنم. شیمی درمانی سرطان، آنتی متابولیت ها، یه کاپسیتابین بود، 5 فلوریوراسیل، متوتروکسید، سیتارابین، ژمسیتابین، فلودارابین، کلادریبین، مرکاپتوپورین. خب حالا از فلوروپیریمیدین ها الان پمترکسید آنالوگ آنتی فولات پیلوروپیریمیدینه. پمتروکسید هم آنتی متابولیته. پمتروکسید هم آنتی فولاته. از فلوروپیریمیدین ها 5 فلورویوراسیل برای سرطان کولورکتال باشه. کاپسیتابین یک پیشداروی فلوروپیریمیدین کارباماته. کاپسیتابین قبوله. بعد آنالوگ های داکسیسایتیدین، یکی سیتارابینه که سایتوزین آرابینوزیده، یکی ژمسیتابینه که آنالوگ بازم داکسیسایتیدین کینیزه، ژمسیتابین. بعد آنتاگونیست های پورین، سیکس تایوپورین، مرکاپتوپورین، تایوزانتین. بعد فلودارابین مال آدنینه که فلودارابین و کلادریبین هم آدنوزینه، آنالوگ اونن. بعد میگه میرفت مثلا آلکالوی دوباره ببین که آره. حالا دی اتیل استیل بوسترول، دی ای اس که گفتیم وقتی که مصرف کنه بچه‌اش دچار سرطان مهبل میشد. آدنوز مهبلی تو جنین میده، آدنوکارسینوم سلول شفاف مهبلی. اتانول در تمامی بارداری ممنوع، خطر سندروم جنین الکلی یعنی فتال هیدانتوئین سیندروم میداد، فتال الکولیک و ناهنجاری نمو عصبی ناشی از الکل.
اترتینی تمامی بارداری ممنوعه، هروئین ممنوعه، مصرف مزمن واجب واسگی نوزاد، نوزاد هروئینی به دنیا میاد. یوداید ممنوعه، باعث گواتر مادرزادی و هایپوتایرویدی میشه. حالا میگن یود بخوره خوبه؟ نه، تازه هایپوتایروید میشه چون دیگه یود تو بدنش هست، بعد که کم کم عادت میکنه که هیچ کاری نکنه. ایزوتریتونئین که ضد آکنه بود، تمامی بارداری ممنوع، شد مشتقات رتینوئیک اسید بود، خطر بسیار بالای ناهنجاری سی ان اس، صورت، گوش و غیره میده. ایزوتریتونئین که ضد آکنه بود، بعد اون پرزیدنت هم استفاده کرده بود، تراتوژن بود. لیتیوم در سه ماه اول ممنوع، ناهنجاری های آبشتن یا ابشتین چی میده؟ متادون در تمامی بارداری ممنوع، مصرف مزمن موجب وابستگی نوزاد میشه. متوتروکسید در سه ماه اول ممنوعه. متیل تیو یوراسه در تمامی بارداری ممنوعه. مترونیدازول در سه ماه اول ممنوعه. چرا مترونیدازول؟ مترونیدازول آنتی پروتوزوا بود، آن آیروبیک باکتری ها رو از بین میبرد. ممکنه همشیز استیساید بلاد، همشیز استیساید چی؟ لیورا، تیشو رو از بین میبرد. یادته؟ شیزونتی سایدارا مترونیدازول نبود، اون شیزونتی ساید بلاد آنتی پروتوزوا بودن دیگه. آنتی پروتوزوا بودن. نه، هم درست میگم. بعد میگه مالاریا دیگه ها؟ نه مالاریان نه. آره نه هست، ولی علیه اون نه. پروتوزوا میکنه که مالاریا پروتوزوا دیگه. داروهای ضد تک یاخته این تیریپانوزو میازیزه تسه تسه بود. ببین عذیت هم نکن نبودم سایه داره تگیخته پندم. درمان آمیبیایز با مترونیدازول تینیدازول بود. درمان آمیبیایز روده ای از انتروامیبا هستولیتیکا میومد. خب حالا برای مالاریا فقط همون پنج نه اون که درمان مایکوتون توبرکلوزیز بود. من امروز قاطیه و اصاب من خورده نو اصاب خورده. خب من خودم الان خرابه. بله اگه مالاریا پروتوزوا هست که هست، مترونیدازول هست. بجی یکی بینه من در الان جمعه تیمی کجایی بودو بودو دیگه دیگه تموم کن بعد دیگه کن موقعی که من دم استاد میکنم گیه کنم به دست من به دست خونه همه زرار دادم. حالا خب من دوتا امتان دارم یه دونه من شادم و خوش حالم این گردی کنه و بد حاله بوده آمان آمان کجا بودیم؟ اصفال بده کجا بودیم؟ من کل این دستمال رو الان تموم کردم. ببخشی کلی کدوم دستمال رو؟ نه ناحت نباشین دست مولا تو تمام نکه این تو توالت بود من استفاده کردم. آره کجا بودیم؟ مترونیدازول سه ماه اول ممکن است جهیزدا باشد. برو بعدی. وقتی که من گریه میکنم تیبی میاد اشکای مامانش رو بلیسه. آفرین تیبی، آفرین تیبی، اشک منو بلیسه، آفرین. قربونت برم. شور بود عشق من فدات شم که تو عشق مامانی. من به تو رو نداشتم، کیو داشتم؟ ما خب گفته که بعدی بخون بعدش چی؟ جلالی ها؟ حلال های حلال های آلیس ارگانیک سولونت ها در سه ماه اول ناهنجاری های متعدد میدن. مثلا ارگانیک سولونت مثل چی؟ مثل تتراهیدروفوران، مثل بنزن، مثل سیکلوهگزان. میزوپروستول چیه؟ پروستاگلاندین ایوان آنالوگه در سمای اول ممنوعه چون توالی موبیوس میده. خب مثلا ما استفاده میگنیم مثلا سقط جنین. مثلا سقط جنین
پنیسیلامین که برای بیماری ویلسون دیزیز بود کوپر رو کم میکرد، سه ماه اول از بین رفتن قوام پوست، سایر ناهنجاری های مادرزادی. فنسیکلیدین در تمامی بارداری ممنوع، معاینه عصبی غیر طبیعی، رفلکس مکیدن و تغذیه ضعیف میده. فنسیکلیدین چیز بود دیگه؟ فنسیکلیدین تو توکسیکولوژی آدم فنسیکلیدین چه شکلی بهش میگفتیم؟ پی سی پی. فنسیکلیدین یادت پی سی پی ها؟ آره 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 اون رنگ گرم افتاده باشه ها؟ آره حسود بشه، من اونا رو بلدم و اصابم خورده. من یه دونه امتحان دارم و دارم گریه میکنم، اما تو چی بدبخت. من یه بلند ناخون کوتاه لایک های ویژه خوب یا اینجا نداریمش اینجا فنسیکلیدین نداریم برش برای فنسیکلیدین توکسیکولوژی و تراتوژنه. دلیلش هم از بین رفتن قوام نه معاینه عصبی غیر طبیعی، رفلکس مکیدن، تغذیه ضعیف میده. فنسیکلیدین فنیتوئین که آنتی اپیلپتیکه در تمامی بارداری ممنوع، سندرم هیدانتوئین جنینی میده، فتال هیدانتوئین سیندروم. پروپیلتایو یوراسیل برای چی بود گفتی؟ از آمینو از پروپیو آماید ها بود برای درمان تایروئید. چی؟ ببین برای تمام بارداری ممنون، چون گاتر مادرزادی میده. این لایک ها رو ولش کنم، اگر من لایک ها رو میزنمش اصلا خدا من سرد نمیدونم دیگه. خودش هم دلش نمیخواد ولی تو باشه نمیخواد. نه نمیخواد. آره میخواد. بگو میخواهنم میشه مامانم. ببین داروهای ضد تایرویدی، حالا اگه جدولش پیدا شد بیشرف نستا، داروهای ضد تیو آماید ها، پروپیل تیو یوراسول و متیمازول. که واکنش های پروکسیدیز تیرویدی را مهار میکنن، ارگانیفیکیشن یود را متوقف میکردن. فراورده های تایرویدی لفوتایروکسین لیوتایرونین بود، یودایت ها محل لوگولیوز پوتاسیوم، بتا بلاکر پروپانول، یود رادیو اکتیف و تازه کرومیت و تکنیت و اینا. پروپانولول آره گفته پروپانولول مهار کننده گرد بتا آلرژی، مهار تبل تیفوز به تیتیری هم فقط پروپانولول میکنه این کارو. بعد یه سری هم دیده پرکلورید، پرتکلنید و تیوسیانیت هم مهار کننده های آنیونی بودن. نمیدوشن جرد چه ادامه تراتوژن ها. استرپتومایسین در تمامی بارداری ممنوعه. بگو استرپتومایسین از کدوم خانواده است؟ استرپتومایسین از مایسین هاست. مایسین فیمیلی. این یه خانواده بود که استرپ میزد تهش، یادته؟ آره استرپ میزنه. استرپتومایسین هم که مانه آمینوگلیکوزید هاست دیگه، پس چرا ما شعرمون رو کامل نخوندیم؟ گفتیم امینه 30 ساله که گزیده بود، جن نو رفته بود تو کونش، تو توبره رفته بود، آسیز میزد، سیز میزد، سیزامایسین با استرپ آمیک میزد، با استرپ آمیک میزد نتیلا را، نتیلا مایسین، استرپ دامایسین، سیزامایسین، این ستاره یادم رفته بود تو جمله بگیم. سیزامایسین، استرپتومایسین، نتیلامایسین. همین 30 ساله که جن رفته بود تو توبره، جن رفته بود تو کونش، جن نئو رفت تو کونش، رفت تو توبره، سیز میزد، یعنی سیخ میزد تو خودش، با استرپ آمیک میزد نتیلا رو. نتیلا رو؟ نتیلا یعنی نتیلامایسین. بعد این کونومایسین داریم؟ کانامایسین، استرپتومایسین، آمیکاسین، نئومایسین، جندامایسین، توبرومایسین. این هم همه سی اس رو اینهیبیت میکردن. هم دیگه جنریشن فرست تکندش این ها باید کنم تمام، من باید کنم کنش هستم. آمینوگلیکوزید جنریشن نداره. آمینوگلیکوزید کلن همین داستانه، اونی که جنریشن داشت سی پروفلوکساسینا بود. خب
الان چرا اونا چی بود؟ پنیسیلین رو که من هنوز یاد نگرفتم. پنیسیلین رو هیچ مونده برش. آره. سفالوسپورینا نسل اول داشتن. نسل دوم سوم داشتن، نسل چهارم داشتن. نه سفالوسپورینا نسل اول، دیندارای اول که به کسا کوزول میزنن لوتیای لوتیا پیرشون میکنن. کوزولین، سفالکسین، سفادروکسین، سفازولین، سفالکسین، سفالوتین، سفاپیرین، سفرادین. دیندارای اول یعنی سفرادین. به کس و کس سفدروکسیل و سفالکسین زول میزنن، سفازولین، لوتیا، سفالوتین و پیرش میکنن سفاپیرین. بعد سفالوسپورین های نسل دوم، نسل دوم که لور هستن، لورای کاربف با دودول من رانی میخورن، کسی هم نیست به ماها پر رو زول بزنه. حالا لور هستن یعنی سفاکلور کلور هستن. لورای کاربف یعنی لورا کاربف با دودول من یعنی سفامندول رانی میخورن، یعنی رانی میخورن یعنی سفرانید. کسی هم نیست یعنی سفروکسیم، سفروکسیم کسی هم نیست، نیست یعنی سفونیسید. خب به ماها، به ماها گفتیم یعنی سفامایسین ها، که خود سفامایسین هایی که علیه بی حوازی ها فعال بودن، سفامایسین هایی که علیه بی حوازی ها فعال بودن بود سفامکستتا متا بی هوا، یعنی سفوکستین، سف متازول، سف تتا، سفا سفا همین سفا ما یعنی سفا ما اینا زده چی هم بی هوازی ها تتا متا بی هوا، تتا متا یعنی متا سفا متازول سفا تتان بی هوازی ها، فقط بی هوازی. بعد به ماها پر رو زول بزنه یعنی سف پروزیل، سف چی؟ پروزیل. بعد سفالوسپورین هم که معمولا علیه شرشکولی که دستلپانیم یعنی پروتوس میرابیلیس بود. بعد اینجا سفالوسپورین های نسل سوم سه تا تریاکی با دو کس پروری زیگیلدار سف بوزیدن تو تاکسیم، با بوتون سف زدم تو کسا، به گاز زدم لاکاتون رو. یعنی سه تا تریاکی سف تریاکسون با دو کس یعنی سف دوکسیم، سف پودوکسیم پروری زیگیلدار، سف پودوکسیم پروگزتیل و سف دتیرون پیوکسیل، اینا همه با هم گفتیم افتو کنیم. سف گوزیدن یعنی سفتی زوکسیم، بگو سفتی زوکسیم تو تاکسیم، سف و تاکسیم، با بوتون سف زدم یعنی سفتی بوتن، سفتی چی؟ بوتن. سفی کسیم هم که جو با سف و دوکسیم با هم بود، سف و دوکسیم کش سف پودوکسیم و سفوکسیم با هم بود، سفیکسیم همون سفکسیم. بعد به گاز آدم لاکاتون رو، نگو به گاز آدم لاکاتون هم شد مگزالاکتان، که اینا سفالوسپورین های نسل سوم علیه چیا فعالن؟ باکتری های گرم منفی، بتالاکتاماز های هموفیلیا، نایستریا، سفتیزی، مگزالاکتام، علیه بازلیس فرجیلیس و اینا فعالیت. سفالوسپورین نسل چهارم هم سفپیم که تو کتابمون بیشتر گفته بود. ببین ما اومدیم اینجا یادم اونا کجا بودیم داشتیم میخوندیم تراتوژنا. بستیم برای شفتیم. بعد ادامه تراتوژنا، مصرف سیگار، اجزای دود سیگار بر تمامی بارداری چیزه. حالا چرا؟ چون سیگار تأخیر رشد داخل رحمی میده، سیگار نارس میکنه بچه را، سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار، مشکلات حوالی زایمان. مادر نباید سیگار بکشه، حتی اجزای دود سیگار. مینی؟ مینی حتی نباید یکی سیگار میکشه بشه دیگه. آره، تأخیر رشد داخل رحمی، نارس بودن، سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار، یعنی وقتی بچه دنیا اومد یهو میمیره. تاموکسیفن در تمامی بارداری ممنوعه که ضد سرطان سینه استروژن رسپتور سنسیتیو بود. افزایش خطر سخت خود به خودی باعث به جنین میده. تتراسایکلین ها در تمامی بارداری ممنوعه چون تغییر رنگ و نقایص دندانی تو بچه میدن. تتراسایکلین خودش یه چیز بود دیگه. آنتی بایوتیک مثل اوکس تتراسایکلین. تتراسایکلین و تتراس تتراسایکلین، دوکسیسایکلین، مینوسایکلین، تیگسیکلین، اینا بودن. تتراسایکلین بگو، دوکسیسایکلین، مینوسیکلین، تیگسیکلین.
که دیگه سیکلین داخل وریدی بود. ماکرولیتا چیا بخون ماکرولیتا؟ ماکرولیتا اریترومایسین، کلاریترومایسین، آزیترومایسین، تلیترومایسین که از کتولیت ها بود. کلیندامایسین خودش یک گروه به نام لینکوزامید ها؟ کلیندامایسین آره لینکوزامید کلیندامایسین. ببین ماکرولید و لینکوزامید 50 سانی میدونم ولی تتراسایکلین 30 سانی میکنه. ما چی؟ اینم که کلورامفنیکله که 50 سانی میدونم و اگزالدین دیون ها مثل چی؟ مثل لینزولید. کلورامفنیکل مثال نزده؟ کلورامفنیکل خودش اسم داروشه. یه دونه است فقط؟ اینو ولش کن، اینا رو حفظ کن. تالیدومای در سه ماه اول باعث فوکومیلیا یعنی کوتاهی و عدم تشکیل استخوان‌های بلند اندام‌ها و به صورت ناهنجاری میشه که دستا کوتاه بود دیگه کاتاستروفی داده بود. تریمتادیون ضد چیزه تریمتادیون و سوکسین سوکسامتونیوم و تریمتادیون جستشون چیزه ضد پارکین نمیگم پارکین سو ماسر ریلکس هم بند؟ اپیلپسی جزو تونیک کنولیک هم نه او یکی گران مال پتیت مال تیری متافان زده هایپرتنسن زده هایپرتنشنه من تا حالا اصلا نهیده بودم تیری متادیون آها یعنی اون تا پی دی اف بود ها؟ ببین من میام بالا میشنم بیایی بالا لحب کرده بعد والپوریک اسید در تمامی بارداری ممنوعه نقایص لوله عصبی میده وارفارین در سه ماه اول باعث پولبینی هایپوپلاستیک کندرودیسپلازیا میده در سه ماه دوم ناهنجاری سی ان اس میده در سه ماه سوم خطر خون ریزیه و مصرف اون باید یک ماه قبل از زایمان قطع بشه والپوریک اسید ها؟ کلا نه وارفارین ها وارفارین نه کلا آنتیکاگولنده که اصلا کلا خوب نیست اوخ گروه بندی خطر تراتوژن ها توسط FDA ABCDEX اونم الان تو اون چیزم هارمفول افکت هم اینجا تمام تراتوژن ها نیست بعد در طب پدیاتریک و کودکان صحبت کرده داروهای شایع مورد استفاده تا یه شیردهی که نباید در دوره شیردهی مصرف بشن همه یه داروها رو که گفته که نمیشه که همه رو که بخونیم که این به خودش حرف حالا من به نظرم این تاکیبه که شماره میکشه